احمد آباد براش یه جنبه تفریحی داشت، بیشتر سرگرمی بود براش. هر چه که آیدی داشت اونجا در همونجا خرج میشد، اصلا جنبه انتفاعی مطلقا براش نداشت. به عنوان مالک هیچ چیزی از احمد آباد نصیب شخصیشون و زندگیش در نهایت سادگی بود. و وقتی وارد این قلعه و این امارت من شدم، دیدم یک آدمی که هم از نظر فامیلی وابسته به قاجاره، خب مدیس در حقیقت ملاک ثروتمنده، این طور زندگی و این طور ساختمان ساده و بی پی برایه و بدون هیچ گونه آلایش و پیرایشی بود، خود به خود تحت تاثیر قرار گرفته بودم. من آدم نیستم که به اصطلاح بی خودی از کسی تعریف کنم، من عادت ندارم، ولی بزرگترین مرد تاریخ که در عمر 90 ساله دیدم دکتر محمد مصدق. اینقدر وطن پرست، اینقدر بزال و بخشنده، هستیش هم میلیونر سر کار آمد، موقع فوتش فقط مقبره را داشت، جایی نداشت که، همه مقبره فعلی، فقط اونجا مونده بود که قلعه را بفروشه. هیچی نداشت آقای دکتر مصدق. حسن دکتر مصدق در اینجا بود جناب آقای صابه، که ایشون درست از خانواده اعیان و اشراف و خانزاده ها بود، ولی اخلاقا و رفتاراً به هیچ وجه موجود شباهتی به اونها نداشت. مثلا میخواستم به لاهه برم، خب این برای کار شخصی که نبود که، اولا تمام سوغاتی هایی که لازم بود که خیلی قالیچه های نفیس بود، اینا از جیب خودش بود. اون کرایه هواپیمایی با او بود، خرج هتل این همراهان با خودش بود. این بود که بیچاره معذرت میخوام مفلس شد، اینا برای همش در این راه ها صرف شد دیگه. همه امکاناتو داشت، همه امکانات داشت و به هر شکل به هر نحو براش بود، ولی به هیچ وجه موضوع نسبت به اونها نگاه نمیکرد، فقط مردم و مردم و مردم در قالب آزاد اندیشی و آزاد بودن و رها شدن از هر پلیدی و زشتی. تمام وجود ایشون در حقیقت آغشته است به آمالش، به آرزوش، به فکرش، به اعتقادش. به مملکت خیلی علاقه داشت، به ایران خیلی علاقه داشت، خیلی، یعنی حتی بیش از حد، یعنی اگر شما جنسی می آوردن می گفتن این فرنگی، این ایرانی، می گو ایرانی فوراً، اصلا تردید نداشت. 13 سالم بود از ایران رفتم و اصرار داشت که هر سال تابستون ما بیاییم به ایران و معلم فارسی برامون اینجا میگرفتن که فارسی فراموش، زبونمون فراموش نکن. برای اولین بار که آقای دکتر مصدق را زیارت کردم سال همون 25 یا 26 بود. اون موقع در پارکشون می نشست که بعداً فروخت و همه را خرج کرد. یه بیرونی بود یه اندرونی به سبک قدیم. من توی اندرونی زندگی می کردم. ایشون اتاقش بین بیرونی و اندرونی بود. یک دو تا ساختمون بود و به هم متصل بود. اتاق ایشون بین این دو تا ساختمون بود. اون بالا طبقه دوم اتاق ایشون بود. حمامش و اتاقش و اینا کاملاً مستقل بود. من زنگ زدم و گفتم من یه نفر هستم، میخواستم خدمت آقای دکتر مصدق برسم، یا عرض واجبی داشتم. با احترام ما را بردن تو، دیدم یه میز کوچولوی جلوش گذاشته، عبا هم به دوشش انداخته و مشغول دادن جواب، نوشتن جواب نامه هاست اینها. بعد از من پرسید که شما اسمتون چیه، چی کار میکنید و فلان و خانوادتون که، پدر بزرگ من شناخت. گفت پدر بزرگ شما زمان مظفرالدین شاه خزانه‌دار نبود؟ گفتم بله، من نوه او هستم. گفت بله، مظفرالدین شاه این را همراه خودش از تبریز آورد. من برای اولین مرتبه ایشون را با لباس برک دیدم، چون عکسایی که ما در روزنامه ها میدیدیم تا اون موقع همه با
لباس کت و شلوار و کروات و رسمی بود. اون روز من ایشونو با لباس برک دیدم. شما نمیتونی باور بکنی که دو دست لباس داشت فقط. آقای دکتر مصدق اصرار دارن که اولا برک بخرن از خراسان. بقیه لباسش اولا وطنی بود، برک بود، لباس نازکش بافت اتکو بود. عرض کنم وقتی میخواستن امریکا تشریف ببرن از با اون لباس های برک و پارچه بافت اتکو و فلان که نمیشد. رفتم از لاله‌زار، یک ارمنی بود که بزرگترین فروشگاه پارچه بود، دو دست اسپورتکس خریدم آوردم. یه خیاطی داشتم خودم، نلی نراخی، اون هم دوخت و با اون لباس ها را پوشید و رفت. که اون لباس ها الان یک جای خریدم به 800,000 تومان چند سال پیش. اتاق و تزیینات و اتاق و لباس آقا که خیلی برای من جالب توجه بود، ایشون در همین اتاقی که الان شاید هست هنوز، زل جنوب شرقی ساختمان در طبقه بالا ایجا ساکن بودن. آشپزخانه ما اون سمته که الان دکتر بخشیده به یکی از نوکراش که به نام عوض وادیزاده بود، داده به ایشون و سندم براشون تنظیم کرده و داده به ایشون. آشپزخانه هم اینجا بود، گرمخانه ای بود، آشپزخانه ای بود بزرگ، عیاب زهابی بیا برو چه خبر. دکتر مصدق یه لیستی داشت، ما طبق اون لیست واسم غذا میپختیم. اگر هم یه وقت یه مهمان داشت ما رو به ما اطلاع میداد که آقا امروز کوفته اضافه کنید یا کتلت اضافه کنید یا کباب بلک اضافه کنید، ما اضافه میکردیم. در غیر این صورت همون خرجایی که 7-8 نفر بودن همون را پخ میکردیم. روزهای جمعه همه فامیل منزل پدر بزرگم همه جمع میشدن، نهار همه بودن، بچه ها همه بودن، نوه ها بودن، اینا ما اون وقت ایشون می آمد غذاشو با ما می خورد، وگرنه غذاشو خودش بالا تو اتاق خودش می خورد جدا. اون خوراکی که سربازان می خوردن خودش هم از اون می خورد. آشپزخانه جدایی اندرون بیرون نداشت. جمعه ها فقط خانواده جمع می شدن نهار، نوه ها، داماد ها، فلان ها، برای اونها آشپزش بله غذا تهیه میکرد و فلان را، ولی خود این خیلی ساده غذا میخورد، چند غذا میخورد. عادتی به خصوصی نداشت، مثلا بگه این غذا خرابه یا این چجوری، هیچی از غذا اینا اصلا ایراد نمیگیره، میگه هرچی باشه بعدا باید بخورم. گفت امشب باید غذا رو تو بپزی. گفتم آقا من بلد نیستم. ایشم واقعیه. گفت نه باید بپزی. من گوشم نمیشنم. خدای بارلا حضرت گیر مانده. گفت که برو یادم از استانبولو میپز درست کن، ارز کنم لایشم بادمجان بگذار. آمدیم و بالاخره پختیم، ولی چه پختنه، یه قدر بیشتر نرم شد. ارز کنم خدمت شما، اینا بردن اینا خوردن و گفت که مشتسم بیاد بالا. بازم ما رفتیم بالا. گفتو اینطور غذا میپختی؟ میگفتم من بلد نیستم. گفتم آقا والله اینم نرم، همچین غذایی نیست. گفت نه. این در آورد به من یک انعامی داد. انعام در عرضی یک هفته یا 10 روز این 200-300 تومان من انعام داد. تومن ها نه اینطوری. عرض کنم ما از ذوق این انعام آشپزی رو قاپیدیم. با روزی 2 تومن حقوق ما کار کردیم اینجا، ماهی 60 تومن. سالی 1 دست لباس ما میدادن زمستانی، 1 دست هم تابستانی به ما میدادن. یه غذا میخوردیم یه غذا میبردیم. اون وقت که آشپز شدیم دیگه هم حقوق ما زیاد شد، هم آرد 25 من در ماه آرد میداد به ما میرسید. این اول وقت که از خواب بیدار میشد ساعت 5 صبح بیدار بود. ساعت 5 صبح میرفت حمام، ساعت 6 صبحانه میخورد، صبحانه‌ش هم همون
نون قاق روغنی بود و یه قاشق عسل و یه نصف قالب کره مصنوعی اینم آب گرم خیس میکرد میره تو قاشقابی صبحانش بود. ساعت ده هم یه دنه تیول میخورد همین نیپتون. ساعت دوازده هم خوراکش خرجش قضاش همون یا یه دنه کتلت بود چهار تا سیب زمینی سرخ کرده یه قاشق پوره سیب زمینی یا یه رب مرغ بود و اینا یه لیوان دوغ. شب هم همین چلو خروشت معمولی چی نوکرا زور میخوردن ما نگه میداشتیم براش شب دا میکردیم یه خورده میخورد بقیه شو یه دیش بود میداد به فقرا مثلا من میبردم میردم اونا چی نداشتم میدم به اونا. این هم آبدارخانه هم هم بوده این آبدارخانه و آشپزخانه برا بود همیشه دیگه ای گلایی میامد فقیری میامد رهگذری میامد این آبدارخانه و آشپزخانه خدا وکی در اختیارش بود. دکتر مصدق به دلیل کثرت ارتباطاتی که داشت با توده های مردم به خصوص صنوف مختلف به جهت اینکه خود ایشون خب خانواده‌اش از ملاکین بزرگ بودن و در تمام شاخه‌های اجتماعی با کسبه ارتباط داشت. فرض می‌کنیم دکتر مصدق برای تمام رعایای خودش چه در دهاتی که در کنار احمدآباد بود، دهاتی که در جنوبی تهران بود، برای تمام اینا سالیانه کت و شلوار و لباس و عیدی و همه اینها رو می‌خرید. اینا موجب میشه که اورس اصناف مربوط به این شاخه‌ها در ارتباط بسیار وسیعی باشه. لباس غذا رو خود دکتر می‌خرید، می‌آورد اینجا، خیاط هم می‌آورد. هر چی نوکر بود، هر کس می‌آمد اینجا اندازه می‌گرفت و خیاط می‌دوخت و می‌داد به ما. ما دو نفر بودیم، یکی سفر بود، قربوزآباد کوچولو بود، یکی من کوچولو بودم. مال سفارشی می‌آوردن هستن. دو تا کوچولو می آوردن می دادن به ما. وقت بعد از اینکه اومدم اینجا هر شیش ماه یه بار من بفرستاد تهران با راننده هاش که لباس برام بخره، مثلا کت شلواری کفشی همه جوره لباس برام دو دست می خریدن. آره همیشه اول بدن داشتم. هر سال پنج شیش من گندم به همه روستا می داد که مثلا به حساب این حالا زکات حساب می کرد چی حساب می کرد ما نمی دانیم. عیدی مثلا می داد. شب عید سر چقدر روغن برنج میداد این مثل اینکه خیریه مادرش بود. بعدا اونی کرد گندم، یعنی هر سر ده چارک گندم میداد. یعنی این منطقه قشلاق آبیک نمیدونم به هر کجا که دسترس داشتن مردم میتونستن بیان اینجا سر ده چارک گندم میداد. من میدونم چند تاشه مثلا مای 15 تومن پول میداد، 30 کیلو آرد میداد. یه دفتر فقرای من داشتم که هر فقیر میامد 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 300 تومن چه درخواست میکردن، تقاضا میکردن من میدادم، مینوشتم اون دفتر یه رسیدم از اون فقیرها میگرفتم داخلشان میدادم میدادم این پول من به اون فقیر دادم. به من گفت بشین این شما رو برسید که قابلام بخشلی ببره بده به اون کس. من اینا رو ریختم دوتا قابلمه شد بزرگ ریختم و عرض کنم خدمت شما بخشلی صدا کردم بخشلی اونم خدا رحمتش کنه اینا رو برد بده به اون طرف ها. بعد گفتن که آقا ما چی بخوریم خانوما؟ گفت از اون در که میای تو هرچی در اینجا فکرتان هست که هست درست کنین خودتان بخورین امشب اینا مهمان من. دیدم اینطور گفت از اینجا دیدم اشک آمد پایی منم نگاه میکردم. بله اینجا هر کس هر تقاضایی داشت میامد نامه میداد سیدل اکبر نامه رو میداد با آقا. آقا هم همیشه موافق بود، یعنی اون نبود که موافق نباشه. من همیشه میگفتم آقا من برو سر تراکتور سر ماشین اون همینجا خوبه. مثلا یکی خونه میخواست درست کنه میگفت آقا تیر ندارم. میگفت آقا از حمام تپه بفرستید پیش غلام حسن 20 تا تیر بین بدین که این سر ساختمانشو بپوشونه. مثلا تو کشاورزا میرسید به کارگرا میرسید کارگراش میرسید نوکراش میرسید کشاورز مثلا گاوش میمرد میومد وام چیز میگرفت مساعده میگرفت زبستان بهش میداد از اون خرمن چند سال پشت سر هم وردار تا پول گاو در آد تا اون شکست نخوره.
4 تا آبادی داشتیم که متصدق. حالا نمیدونم کدوم، من موقع بچه بودم دیگه، نمیدونم کدوم ده اون قنات خوابیده بود. قنات خوابیده بود، این مهنده ها میبینن که آب بند گرفته، ماسه است، اینه واکنن مشکلات داره. این میبینه که این ده دیگه تشنه هستن و فلانه، میگه خیلی خوب من میرم متصدق، من میرم وا میکنم. اگر سالم در آمدم که چی؟ اگر سالم در نیامدم، یه دنه من بچه دارم و زنم که جوانم، خب آنم که جوانم دیگه، اگر فوت کردم خرجی زن من میده تا بره شوهر، اگر رفت شوهر این بچه من میبره پیش خانم خودت نگه میداری، بعد خودت شوهرش میدی. این بالاخره نیمونه تا شوهر میره، مادرش که میره شوهر، میرن نداره میدن که دیگه با اونه خرجی نمیدن و دختره رو میارن و شما صدق و بعد میبرن پیش خانم رو نگه میدن. یه چند سال نگه داشتن که بلوغ رسید، گفته بود که مصدق بود که من اونجا هم خواستگار داشتم تهران، خانمانی مصدق بود نه، من باید وصیت پدر این من به جا بیارم. این پیشنهاد کرده، گفته ما این برنامه رو میخواییم میکنیم، تو چی میگی؟ گفتم شما هرچی صلاح میدانیم، منم حرفی ندارم، شما هم جزو مثل پدر ما هستی دیگه، همه ارباب ما هستم جزو پدر. خلاصه ما هم حاضر شدیم که با هم ازدواج کردیم. بشقاباش رو دارم، بشق سنگالش رو دارم، اینا رو یادگاری نگه داشتم هست، از همه چی به هم داده بودم. موقع دیگه اونجا رو مثلا جهاز خیلی نبود، دو دست رخت خواب بود، مثلا از هر ظرفی شیشتا شیشتا بود. اما عزاداری محرم بود، آقای سیدی علی حسینی اینجا بود، یه شب به من گفتش که شام تو خوردی؟ بله. الان آقا اومده مسجد؟ گفتم بله آقا. آقا خونه مشمنسلی بود، اون اصلا وظیفش این کارا بود، ما همون تو حیات بود. گفت برو بگو به مسجد روزه شهنو نخونده یه لحظه بیاد اینجا. رفت، اون موقع برقینا نبود که، تو محل با چراغ فانوس میرفتم. رفتم صداش کردم، گفتم آقا رو میخواد، آقا شما رو میخواد. آقا به همون من میشناخت البته، همون روزه خانه الانش هم هست. گفتش که تو راه میامدیم تو کوچه ها به من میگفت آقا منو چی کار داره؟ گفتم آقا هر کی بخواد میدونی چی کار داره؟ گفت نه. شما میدونی چی کار داره؟ گفتم بله من میدونم. یا عبابت میخواه بده، یا عصا میخواه بده، یا تصمیبت بده، یا انام هم بده میده. آمدیم خدا شاهده همونطور شد. پدر من خوب طبیب بود و کنگره های بین المللی زیاد میرفت. رفته بود به آرژانتین، امریکای جنوبی. اونجا یک پارچه ای هست که از این پشم این لاما، لامای حیوانی است و وایکونا بهش میگن، این پشمی است که این خیلی گران قیمت هم هست، خیلی مرغوب، خیلی عاریه و گرمه، هم سبکه هم گرمه. پارچه یه قباره از این پارچه خریده بود برای پدر بزرگم، یا چیز آورد و سوغاتی آورد، یه قباره از این پشم لاما. بعد ایشون همونجا خیاط در و صدا زد، گفت بیا از این ببین چند تا. گفت 4 تا چیز در میاد از این کتا در. خب یکی برای من، سه تام داد به دهاتی ها، همونجا اون پارچه که پدرم همطور مونده بود. اگر بهترین پارچه رو براش هدیه می آوردم، می آمد می داد، هست در تاریخش، می آمد می داد، پاره می کردم برای بچه یتیم ها، می کنم پالتو بتنشون بکنید. زندگیش زندگی مردم بود، غیر از اون چیزی بود که می گفتن مصدق السلطنه، باید بگم مصدق المله. یه تابستون آمده بودم تهران، یکی از هم کلاسی ها بود که اینا در شمال چیز داشتن، عموی این دوست من کارخونه چایی داشتن در لاهیجان. ما رفتیم یه سفری اونجا کارخونه، و پدر بزرگم بود که زمان نخست وزیریش ممنوع کرده بود ورود چای رو، و چای داخلی خیلی خیلی اون موقع توسعه پیدا کرده بود و خیلی مردم زیاد استفاده می کردن، ورود چه ممنوع کرده بود.
ما رفتیم اونجا تو اون کارخونه، آورد تو اون دفتر کارخونه، آوردن یه چای دم کردن آوردن و من تا به امروز چای به این خوشمزگی نخوردم، در عمرم نخوردم. خیلی تعریف کردم، گفتم که ایشون موقع نخست وزیریش بودا و تعریف کردم، گفتم این فوق‌العاده است و خیلی خوب. وقتی می‌خواستیم بیاییم 4 تا قوطی از این چای اون صاحب کارخونه که عموی دوست من بود داد، گفت اینو شما ببرید کادو برای پدر بزرگ. منم خوشحال اینا رو گرفتیم و آوردیم اینجا، آوردیم بردیم دادیم بهشون، بردیم دادیم. آقا یک دعوایی منو کرد، ببر پس بده. گفتم با من چجوری بتونم. آوردم، خیلی ناراحت شدم، خیلی دعوا کرد، حسابی دعوا کرد که تو غلط کردی اینا رو گرفتی. به تلفن زنگ زد، موشی رو برداشتم، گفت که من آقای بهار رو میخوام، آقای شیخ احمد بهار. گفتم خانم این موقع شیخ احمد بهار اینجا چیکار میکنه؟ گفت من همسر شیخ احمد هستم، این نزدیک به 2 هفته است که خونه نمیاد. میگه که کار زیاده در منزل آقای نخست وزیری، من همونجا ناچار میشم بخوابم، بمونم اونجا استراحت کنم. شما خواهش میکنم که ببینیم کجاست. بندم تحقیق کردم، رد پای این را گرفتند و محل سکونتش را پیدا کردند. دیدم بله آقای دختر 16-17 ساله گرفته و شبها میره سراغ خانم. از کسانی که به طور کلی دارای 2 زن بودن بدش می آمد، خیلی بدش می آمد، هر کس می خواهد باشه. گفت که این بارتر، گفت آقای خازنی تنبونش دوتا شد. آقا حوث دختر 16 ساله فرمود بیاندازشون بیرون، اینها را کسافت ها را به دستور بده، حقوقش رو ندارم. من بهشون عرض کردم که این که فرمودید حقوقش رو ندارم، آخه در این حال شما فرمودید که همه چیز مطابق قانون، این قانون اجازه نمیده که من حقوقش رو قطع کنم که، ولی من راهی پیدا میکنم که هم رعایت قانون شده باشه و هم منظور جناب عالی تایید شد. گفت دیگه من که این حرفا به عقلم نمیرسه. این وکالتنامه نوشتم برد و در ثبت داد، من به حسابداری ابلاغ کردم که به موجب این وکالتنامه هر ماه خانمش، خانم فلان اسمشم فلان، میاد حقوقش را میگیره. دربار صفات عالی دکتر مصدق مرحوم حسین مکی میگفت دوستی داشتم در یکی از ادارات دولتی بسیار موجه بود، کار بسیار قوی میکرد، ولی در این حال یه ضعف‌های اخلاقی داشت و اون ضعف اخلاقیش موجب شده بود که در اداره در حین کارش صحیح انجام میداد سالم بود مورد اهانت قرار میگرفت و نمیخواست دکتر مصدق کسانی که با او کار میکنن مورد اهانت قرار بگیره. بالاخره مجبور شد که او رو منتظر خدمت بکنه. وقتی منتظر خدمت شد حقوقش کم شد. روزی منو خواست، آمد دستور داد به حسابدارش که آقا برای کمی کسری حقوق ایشون در ظرف 1 سال ببین چقدر کسره، هرچی کسره پول بدید پای من حساب بکنید تا 1 سال دیگه بعدم بفرستنش بیاد اینجا. آمده بود چون در موقعیت بالای اداری بود، یه خورده نصیحتش کرد بود که شما این 1 سال حالا در صدد باشید و اصلاح و در خانواده باشید و خارجی نرید و باشید و این حرفا، با انشاءالله خانواده اصلاح شد، خانواده اصلاح شد. بعد از 1 سال هم برگشت رفت سر کارش، بعدم آدم مؤثری بود چون اسمش خصوصیاتشو میدونم، اجازه بدید که محفوظ باشه. از خصوصیاتش یا در خود این احمدآباد، در خود این احمدآبادی که شما برین بپرسید از اونهایی که باش کار میکردن، همه در هر مرحله ازش راضی بودن. موجودی این اجناس خروجی از انبار تا سال 1342
زمین از ایشون، آب از ایشون، تراکتور هم از ایشون بود. ما فقط کشاورزی میکردیم، مرز میکشیدیم و آبیاری میکردیم و دروش را با دست میچیدیم. الان کانوا اون وقت نبود، با دست میچیدیم میآوردیم. این محوطه خرمنی بود، همه جمع میکردیم اونجا، بعد با گاب چپر میکردیم، میکوبیدیم این را، گندمش را جمع میکردیم، دو قسمت میکردیم، نصف مال دکتر بود، نصف مال ما. این نصف دکتر را هم ما وظیفه داشتیم میآوردیم تو انبارش جا میدادیم. یه روز طاهری آمد گفت که مواشر چیز بود، انبار بود، یعنی گندم را هم تحویل میگرفت بازگو میکرد، هم تحویل میگرفت بیرون میداد. طاهری آمد گفت آقا این گندم یه مقدار پایین رفته، گود شده وسط انبار. گفت که جانم ببینید کی اونجا عبور کرده، موش اینقدر نمیبره، چقدر گود شده؟ گفت در حدود یک دو سه خروار گندم پایین رفته. گفت ها این گندم را کسی اونجا میدوزه، دوتا کارگر بگیرید. برقم نبود که، تو تاریکی بود دیگه. ببینید این از گربه روها کجا کسی تو میره از این گندم میدوزه. شب اول کارگرها رفتن چیزی گیرشان نیامد. شب دوم ما اینجا صبح آمده بودیم که غذا بپزیم، گفتن آقا دزد گرفتن. کیه دزد؟ گفتن سالعلی. گفت سالعلی دزدی میکردی؟ جانم چرا دزدی کردی؟ گفت آقا نداشتم، ازم خوب نبود، بچه‌م گشنه بود. خدا خوش میاد بچه من گشنه باشه، انبار شما اینقدر گندم باشه. گفت جانم من که هر کس میاد نامه میده میدم گندم، چرا نیومدی نامه بدی من بهت بدم؟ چرا رفتی دزدی کردی جانم؟ نه جانم، دزد اینجا برای من روستای من نباید دزد باشه. گفت وجیلله و یدیلله رو بگید بیاد، من کار دارم. آمد وجیلله و یدیلله با آمدن. بله آقا. گفت که اسبار ببندید به گاریا، سالعلی رو اساسش بار بزنید، هر جا که دوست داره بره اونجا. بعد این به درد ده من نمیخوره. سالعلی بیا جانم، اینم کرایه یک ماه دو ماه برای اینکه جایی میخوای بری اونجا خونه بگیری نداری، اینم کرایت، تو دیگه حق نداری تو ده من باشی. از دوزی خیلی برش نمید، میگم هر چی میخواین آشکار بیاد ببرین، بگین، بگیم ما مثلا چقدر چی میخواییم، چی میخواییم ببرین، اما دوزی نکنیم. با چیزی که مخالف بود دوزی و دادن رشوه، با این دوتا کاملا مخالف بود. میگم در حکومت من و در ده من جای دزدی نیست، جای دزدی. گرسنه‌ای بگی تامین میکنی، کسری دارید تامین میکنی، کمی دارید بگی تامین میکنیم، ولی دزدی نکنید، دزدی نکنید، دروغ نگید. با دروغ و دزدی شدید مخالف بود و با سلامت و صداقت رفیق بود و براش طرح نبود طرف کیه. یه دعوای مرافع نزاعی زن شوهری میشد، خودشان حل میکردن، دستور میداد به نوکرها ببین تاثیر کیه، کی بده اینه آشی بده. اصلا پاسکار نیومد این چند سالا، الان هم نمیاد، الان هم همونطور برقراره، خدا وکیلی. یعنی الانی هم که هنوز هست، من با جرأت میگم که مردم اینجا از نظر فرهنگی با روستاهای مجاور زمین تا آسمان فرقشه. ولی یک سال بچه ها گفتن آقا بیده کار شدیم و نمیدونم چی خریدیم، یه درخواست بنویس برای وزارت، یه کمکی بگیر. من درخواست کمک کردم، این نامه رو خانما بردن دادم، نامه برگشتیدم همین پاکت خودم هست، ولی توش یه چیز پوری هست، بزرگ هست، شمردم دیدم 150 تومن توش پول هست. بعد جوابش نوشته بود، دیدم این پول ارزش نداره، همون جوابش که نوشته ارزش داره. نوشته بود بسیار غلط کردی، بیش از درآمد خود خرج کردی. اگر شما در روز یه 10 تومن درآمد دارید، سعی کنید 9 تومن اون را خرج کنید، یک تومن همیشه پول داشته باشید. قانون بخصوصی داشت، همیشه سعی میکرد که مردم را چنان تربیت بکنه که مردم عادت بکنن به کارهای نیک، به کارهای خوب، که به این صورت با تمام نرهای این چهارتا آبادی، این تمام درخت بود، هر دهی هم یه دشتبان داشت برای خود درخت های همون ده.
که مردم هم از سایش استفاده میکردن، هم از توتی که کاشته بود از توتش. یه روز داداش من که عیسی تک روستاست، برای گوسفندامون یه 4-5 تا از این شاخه درخت ها شکسته بود که بلک را جارو بکنن. دشتوان این شاخه درخت را شکسته بود، دیده بود، این را گرفته بود و همین با شاخه درخت آورده بود اینجا به شاخه ها. گفته بود که پسر استا غلام شاخه درخت را شکسته، بلک جارو کن آقا. آقای ما را خواستن و استا غلام بله، بچه تو درخت را شکسته، 50 تومان باید جریمه بده. گفت آقا آخه خب برای بلک جارو کردن شاخه درخت دیگه اینقدر مهم نیست. گفت نزنم، امروز شاخه را میشکنم، فردا خود تنه را خواهد شکست. باید این درخت بمانه برای خود کشاورزا. من که نمیرم تو سایه اون درخت ها بشینم، خود کشاورزا میشینن تو اون سایه استفاده میبرن و این نهری هم که آب ازش عبور میکنه این درخت هم از آب استفاده میکنه. 50 تومن از آقام جریمه کرد که این 5 تا شاخه درخت رو شکسته بود. باید این بود که همه خب روستا میفهمیدن که امروز آقا مثلا 50 تومن ما رو جریمه کرده، اونا دیگه این کار هم نمیکردن. یه بار من جریمه کرد به خاطر همون سوزاندن اون فرش. اتو زدم، اتو رو گذاشتم رو فرش. اون فرش جا باشه اصلا جاش مشخصه. اون وقت 5 تومن جریمه کرد، 5 تومن هم گذاشت روش، دوباره بهم داد. خصلت دکتر مصدق جاذبیت بود، نه دافعیت. و به همین دلیل هم در ایران تو موفق شد آقای صابر. به هیچ وجه من الوجود، حتی دشمنانش هم دفع نمی کرد، کوشش میکرد اصلاح بکنه. دزدهای رو و اونهایی که سوء استفاده میکردن از کار برکنار میکرد، ولی زندگی زن و بچه اونها رو تعمیم میکرد. منحرفینی که در مسیر کار او قرار میگرفتند، اینها رو در صدد اصلاح شخصی ولی در این حال زندگی خانوادگی اونها رو تعمیم میکرد. یه روز دکتر به من گفت که دستور داد، گفت که شما برید تهران. با این یه دیزل قرمز داشت که مواشر یه نفر باش میرفت که هرچی هزینه میشد خرج این دیزل را این مواشر حساب میکرد به عنوان مواشر. ما رو فرستاد، ما رفتیم تهران، بار زده بودیم کاه، بردیم در سرا آذری. اون وقت گابداری ها تو سرا آذری بود، کاه را خالی کردیم. یعنی اون روز که بار می بردیم نمی بایست بر می گشتیم، باید اون روز شب می رفتیم خیابان کاخ سرا حشمت دوله، اونجا آبدارخانه داشت، اونجا می ماندیم شب، صبح بر می گشتیم می آمدیم. ولی اون روز می آمدیم ما رو جریمه می کرد، می گفت راننده خواب می افته میره مردم می زنه می کشه. اونجا سر سرا عسکری یک کامیون ممنوع بود، 5 تومن جریمه می کرد. ما رفتیم اونجا، رسیدیم به ما ایستاد اون پاسبانه ای که اونجا سر چیز بود، گفت آقا کامیون ممنوع، 5 تومن جریمه تان. ما آمدیم تیزی کردیم پیش خودمان، گفتیم آقا این ماشین دکتر مصدق. آقا گفت آقا من میدونم ماشین دکتر مصدق، ما همیشه اینجا جریمه میکنیم. گفتم شما بیا یه کار دیگه بکن. گفت چه کار بکنم؟ گفتم که شما بیا 2 تومن از ما حق حساب بگیر. اون وقت پول وقت میدادن میگفتن حق حساب، حق حساب بگیر، 3 تومن نگیر از ما، چه اشکال داره؟ گفت دکتر مصدق مرد قانون ها، منو درد سر نندازی، اگر میدانی میشد من این کار رو انجام بدم، ولی نه. گفتم نه آقا اونطور هم نیست، شما میگی ما پیشش هستیم میبینیم، شما همون 2 تومن بگیر بقیه با من. گفت باشه. 2 تومن از ما گرفت و قبض جریمه رو نداد. ما هم خیلی خوشحال شدیم، گفتم خب امروز رفتیم، چون حقوق من 2 تومن بود، 3 تومن کار کرده باشیم. رفتیم ماشین گذاشتیم گاراژ منظم و رفتیم آبدارخانه. اون روز اونجا ماندیم و برگشتیم آمدیم. این یکی روز آمدیم و دادیم صورت خرجمان بالا. آقا آمدی؟ گفتم بله آقا آمد. ما رفتیم به خانه که میخواستیم بریم خونه، در بین راه دیدیم سید علی اکبر. آقا زنگ زد، من در بین راه بودم میرفتم خونه. روز اولم که اومدیم اینجا گفت این زنگ به خاطر شما میذاریم، این زنگ صدا در بیا فقط من تو رو میخوام، دیگه با کسی کار ندارم، کسی هم بخوام باید شما برید صداش کنی. گفتیم خدا خیر کنن، چه زود آقا ما رو خواست. ما آمدیم و بله آقا. گفت که جانم این 2 تومن چیه نوشتی حق حساب؟
گفتم آقا، حالا خیلی خوشحال شدم، گفتم اینجا ما چون سه تومن کار کردیم آقا ببینیم چه روز خوشی به ما نشون میده. گفتم آقا این همون 5 تومن جریمه بود که همیشه از کامیون جریمه میکردن. من رفتم پاسبانه رو دیدم که از ما نگرفت، 2 تومن بهش من حق حساب دادم، 3 تومن ندادم. آقا یه خودش سنگین سبک کرد و گفت نه جانم کار بدی کردی. گفتم چرا آقا کار بدی کردم؟ 3 تومن به نفع شما کار کردم. گفت نه جانم کار بدی کردی، خیلی کار بدی کرد. در همین حین بود که ما بگو مگو داشتیم، دیدیم سیداد عیت مباشر که حقوق ما رو میداد، سیداد عیت آمد و سیداد عیت، سیداد عیت گفت بله آقا. گفت همراهت پول هست؟ گفت بله آقا. سیداد عیت دست یکش از جیبش یک کیف داشت و در آورد. گفت آقا چقدر؟ گفت 10 تومن بده. سیداد عیت 10 تومن آورد داد به آقا. گفت آقا بنویس به حساب تکروستا که جریمهش باشه که از این کارا نکنه. گفتم آقا 5 روز من باید برای این کار کنم، خدا خوش نمیاد، من 3 تومن به نفع شما کار کردم. آقا من کار بدی نکردم، خیلی هم راضی بودم. گفت نه جانم کار بسیار بدی کردی. کار بدی کردم؟ میگه کار خوبی کردم. گفتم آقا نمیفهمم، بگو بده بفهمم چه کار بدی کردم. گفت بشین نشستیم. گفت میدونی چه کار کردی؟ گفتم آقا بگو بده ببینم چه کار بدی کردم. گفت تو پاسبان مملکت، قانون مملکت، تو پاسبان مملکت، با این کارت دوست کردی. این پاسبان دفعه دیگه هر کامیون هر ماشین ببینه ازش حق حساب میخواد. خیلی صراحت داشت دکتر مصدق در بیان خودش و در عقیده خودش. اگر کسی رو میفهمید خدای نکرده خاطیه و نمیخواد کار بکنه، اظهار میکرد بهش و رو وادار میکرد که تجدید نظر بکنه. یه روز گذشت، این یکی روز باز ما رو خواست. گفتم خب خدا آقا باز چه خیر کنه، این سفر برای چیه؟ آمدیم. گفت آقا من نمیتونم اینو حذف کنم. گفتم آقا جریمه کردی که 5-10 تومن 5 روز، حالا دیگه چیکار کنم؟ گفت نه جانم این نشد، این کار بسیار بدیه، اون پاسبان دزد میشه. پول از جیبش تو پاکت گذاشته بود، آورد گذاشت تو جیب من، یه سنجاق هم زد روش، گفت برو تهران اون پاسبان را پیدا کن، 3 تومن بهش بده، قبض 5 تومن بگیر بیار. گفتم آقا من از کجا اونو پیدا کنم؟ گفت جانم ببین، یه روز این پاسبان ها 24 ساعت سر کارن، یه روز میرن. اگه امروز نبود فردا میری اونجا میخوابی، فردا میای میری بهش ازش رسید میگیری. ما اون روز رفتیم دیدیم نه، سراعسکری یه پاسبان دیگه است. رفتیم اونجا خیابان کاخ، اونجا ماندیم شب و این یکی روز آمدیم دیدیم پاسبان ها درسته آمده. تا من دید پاسبان ها گفت دیدی چه کار کردی؟ دیدی آقا؟ من گفتم. گفت آقا، گفتم آقا من 10 تومن جریمه کرده. گفت من نشناخت. گفتم نه شما رو نشناخت، ولی من جریمه کرده، 3 تومن آوردم 5 تومن قبض بده. این 3 تومن دادیم به این پاسبان ها و قبض 5 تومن را گرفتیم. گرفتیم و آمدیم اینجا و بردیم دو دستی دید. آقا این هم قبض، قبض رو دادیم، این نگاه کرد و بله آقا، بله جانم، این پاسبان دیگه میفهمه که این مملکت قانون داره، این پاسبان دیگه دزد نمیشه. هیچ وقت حاضر نبود حقوق کسان دیگر پایمال بشه. حاجی حسن که آشپزش بود، اون نمیدونم چه کاری داشت، رفت غذا رو ما پخت. اتفاقا برعکس، اون غذا منم یه قدر تهنشین کرده بود، یه ذره تهش سوخته بود، یه قدری هم بو گرفته بود. گفت غذا رو خودت پختی؟ گفتم بله آقا. کی میخوای بپزه؟ حاجی حسن که نیست، من خودم هستم. گفت غذات خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. گفتم خدایا این مسخره میکنه یا اینکه همه عالی بوده؟ این غذا سوخته، من خودم میدونم غذا خوب نیست. این چه جور میگه؟ گفت نه غذا عالی بود، بسیار عالی بود. یه دونه پاکت همیشه هم انام می‌خواست بده، اتو کرده میداد، پولای نو اتو کرده رو می‌ذاشت تو پاکت. بیا جانم این 10 تومن انامت. یک روز دیدم خیلی ناراحته. گفتم آقا چتونه؟ مثل این که ناراحت. گفت این مشمشتی آبروی منو برده. مشمشتی چطور آبرو شما رو برده؟ این حرفا چیه؟ گفت نگاه می کردم از بالا به سینی های غذا،
دیدم یک چهارم طالبه به اینها میدن. آقا یک چهارم طالبی هم بهش سرباد میدن، اخلا نصف بدن دیگه اینها. گفتم آقا اولا طالبه نوبره، هنوز طالبی به بازار نیامد، اینها را هم میرن از خیابان استانبول، از اونجا از چند جا جستجو میکنند و طالبی میخرند اینها. بعد قبول نکرد، گفت اگر بیشتر میگشتن پیدا میکردند اینها، باید بعد از نصف طالبی بدید. مراقب قضای سربازشان بود. در بسیار مواقع شده بود که مأمور که حافظ ایشون بودن، ماموران امنیتیش گذاشته بودن در ده خودش، دخالت‌های ناروایی در بعضی از مواقع می‌کرد، مأمورینی می‌خواست می‌گفت شما مأمور برای حفاظت من هستید، رعایا من هستن، من باید کنترلشون بکنم، من باید نسبت رفتار اونها دقت بکنم، نه شماها، شما با من طرف هستید. و به این شکل و به این نحو شخصیت می‌داد و اونهایی که در کنارش هستن و باهاش کار میکنن. شاهدین اومده بودن اینجا خود دخالت میکردن. همین یه دفعه به شوهر من گلاویز شدن، عروسی بود. منتاش نتونستن کاری بکنن. یه دوباره گلاویز شدن به پدرم. رفته بودن تو خونه، گفته بودن تو تریاک داری. گفته بود این خونه من، یه خونه چوریه، بگردیم. هیچی هم دستگیر نشده بودم، خب بیچاره رو گرفتم بردم. همینجا توی سربازخونه خیلی زده بودنش. اومدن به من گفتن، من طاقت نیاوردم دیگه. اومدم بله دکتر مصدق. این دختر مش عبدالله به نام کشور بود که هنوزم هست، اینم تو این چیز مصدق بود. اینجا جز همون چیزا بود که ظرفای غذا بالا میخوردن اونا رو میشست. این گریه کرده بود و آمده و گفته بود آقا این مأمور شما پدر من زده. صبح رفتم دیدم اینا یه جبه شیرنی بردن برای پدر من، یه دستم کت شلوار. من اونا رو همینجور برداشتم، پهمو پلو شهدی پر کردم بیرون. گفتم پدر من محتاج لباس های شما نیست و یه جبه شیرنی شما نیست، اینا آوردین که زبون اینو ببندین. نه من الان اینو میبرم پلو مصدق. همه پلونه لباساش زدم بالا، گفتم مگه کافر مسلمان میکردیم، این چیکار کرده؟ که برداشتم آوردم اومدم آقا رو صدا کردم، آقا اومد پایین همون بغل، یه آشپزخونه بود یه موتورخونه بود. لباساش زدم بالا، گفتم آقا نگاه کنین اینها. همه پلو پدرم شهید رو صدا کرد. مصدقم خیلی ناراحت بود، عصا از این بر میرفت اون بر، از اون برم میامد این بر. بعد شهیدی آمد احترام کرد و گفت شهیدی؟ گفت بله. بله آقا. گفت که مشهد الله رو چرا زدی؟ گفت آقا اینطور آدم خلافکاره، تو دل شما نباید آدم خلافکاره. گفت آقا به شما چه ربطی دارم؟ به شما ربطی ندارم. من شهد الله یه روستایی تو روستای من نشسته، اگه خلاف بکنه به من ربطی داره. شما مأمور هستی و معذور. شما مأمور کی هستی؟ مأمور مشعبداللهی؟ برو مشعبدالله رو مواظبت کن. شما مأمور هستی که از من مواظبت کنی. مأمور میدانی چیه؟ گفت بله آقا نگهبان. گفت شما وظیفه نداری عبدالله رو بزنی. گفت آقا اشتباه کردم. بله که اشتباه کردی. این اثر انداخت گردن این خدا شاهده، از اون ور کشید تا این دست. برو دخالت تو ده من شما نباید بکنی، که من دکتر مصدق مرده شما دخالت میکنی. صدا کرد خیلی فوش داد بهش، فوش داد، همین دست داد این درجهش بلند کرد. شهیدی گفت آقا اشتباه کردم. بله که اشتباه کردی. برو. این رفت و سید علی اکبر گفت بیا. سید علی اکبر آمد و سید علی اکبر گفت بله آقا. گفت آشپزخانه دستور بده غذای اینا رو ندن. از همون موقع اینو از اینجا رد کرد شهیدی رو، یه شهیدی اینجا نتونست بمونه. همین که از مأمورش ایراد میگرفت، همون خودش هم به اون صورت عمل میکرد. این نبود که مثلا خودش غیر قانونی چیز بکنه. حتی از اون در کوچیکه که پایینا به کشاورزیش نرفت سر بزنه تا اون روز آخر. من یه تخلفی کردم که بالاخره هم حریفش نشدم. جمعه بود، آمدم صبح، رفتم دیدم که آقای دکتر مصدق رنگش خورده افروخته شده فلان، نبضش گرفتم دیدم تب داره. ماشین فرستادم، آقای دکتر پیلوسیان آمد و رفت.
بعد از معاینات کامل و فلان اینها گفت که این گرمازده شده. والله هیچ چیزی من استنباط نکردم که مرض عفونی فلان ها اولا. این فقط گرمازده شد. یه کولر گازی بگذارید که اتاقش خنک باشه و فلان از این حرف. آقای مهندس حق‌شناس وزیر راه آقای دکتر مصدق به من یه تلفنی کرد که حال منو بپرسه. در جواب حال خودم گفتم کولر داری؟ گفتم کولر گازی داری یا نه؟ گفت خودم ندارم ولی اتاق من در وزارت راه کولر هست که اصلا به درد نمیخوره. بران که اونقدر خونک شمس الاماره چون خشتی ساخت اونجا اصلا تابستان خونک اونجا کولر لازم نیست که روشن. من اونو میرم اونجا میفرستم. این بیچار آقای مهندس حق‌شناس خودش رفت کولر را داد آوردن اینها. من این کولر را مش مهدی و شاهده اینها بردند و نصب کردند و کار انداختیم و اتاق خنک شد. حدس من درست بود. بیدار شده گفته بود که مش مهدی این از کجا آمده؟ گفته من نمیدونم. گفت پس کی میدونه؟ تو آقای خادلی میتونه. انداخت کردن من. منم رفتم گفت این کولر از کجا آمده؟ یه سفسته کردن که بله کولر نمایندگیش گفته یه هفته فلان حاشیه رفتیم که اینو منصرف کنم از این موضوع. بالاخره دیدم خیر منو از رو برد و فلان. گفتم حقیقتش این است که دکتر به خودتونم گفت که شما گرمازده شده اید. من پرسیدم من در اون کولر نداشتن منظر غلام حسین خان نداشت، احمد خان نداشت، فلان نداشت، خانواده خودم که اعیان و ملاشند و فلان و نام نداشتن که دونا بگیرم. آقای مهندس حق‌شناس با من تماس گرفت حال منو بپرسه. من در جوابش گفتم کولر داری یا نداری؟ رفت اینو آورد. این مال وزارت را شروع کرد به التماس کردن. تو را خدا آقای خاصی الان بده بردارن این فورم ببرن بذارن سر داشت. تا این کولر هست من اساسا خوابم نمیبرم. من که گفتم که یه چوبی کبریت نباید وارد این خونه بشه. یه مسئله مهم در شخصیت دکتر مصدق اینه که رؤسای قبائل و عشایر در ایران که عموم اینها دارای یه مشی سیاسی خاصی بودن اونها هم از دکتر مصدق حمایت می‌کردن. کمتر ایلات ما تن به این کارا می‌دادن، همیشه تابع قدرت بودن نه تابع قانون، ولی در مورد دکتر مصدق تابع قانون شده بودن. مسئله ارباب مهدی این بود که تلفن کرد به من که ما می‌خوایم شرفیاب بشیم یا چند نفر هستیم و فلان از این حرف. ارباب مهدی خودش یکی از بزرگترین وارد کنندگان چای بود. این بود که با آقای دکتر مصدق که عرض کردم ایشون هم تایید کردن که حتما میخوان اجازه بگیرن که چای وارد کنن. اینها قبل از اینکه اونها بیان مش مهدی را خواست و گفت مش مهدی از اون چای لاهیجان چین اول دم میکنی، مراقبت میکنی، نجوشه و مهمان خواهد آمد با اونها چای بده. وقتی مهمان ها آمدند و مش مهدی هم همینطور طبق دستور چای های خیلی خوشرنگ و اینها آورد. وقتی اینا خوردن پرسید که خب این چای چه جور چایی بود؟ خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. گفت این چای وطنتونه مال لاهیجان. چه لزومی داره با اینکه ما میتونیم یک همچین چایی تولید کنیم و کفایت حتی داخل ایران بکنه، ما از خارج چای وارد کنیم. باور کنید که همین حرف دهن اینا را بست.
نه اینکه آقای دکتر مصدق اهل رشوه نبود که پول بده که مامور دارایی بیاد کمتر بنویسه. ملاحظه کنید این خیلی زیادم نوشته بود. موقعی که خواستن احمد آباد را قیمتش را تعیین کنن، چون قیمت ممجزی خیلی بالا بود، خیلی بالا بود، ضرب در ضریب منطقه، ضرب در ضریب منطقه، میتونم ادعا کنم که بیش از قیمت واقعی احمد آباد دولت ناچار شد پول بده. حتی در این خصوص گزارشی هم به شاه دادن که آقا تا گفت بلاخره چاره چی آخه؟ فرمول دادید ممیزی ضرب در ضریب مالیات. والا یه آدم اتوریتری بود، یه آدمی بود خیلی جدی بود، با بچه هاشم، با پسر هاشم، یعنی عموی من و پدرم و عمه هام، خیلی جدی بود، خیلی جدی بود، در عین اینکه فوق العاده علاقه داشت به همه، ولی خیلی جدی بود و اصلا یه نمونه خاصی بود برای تو خانواده. پدر من با من اینطور جدی نبود که پدر بزرگم با پدرم بود. مریض شده بود آقای دکتر غلام حسین خان، پسر خودش روزانه می آمد، یه دفعه یه آمپولی می زد و می رفت سر کارش. بعد آخرهای ماه بود که قرار آخه مقرری داشت، بچه هاش متساوی هم، پسر و دختر اینا متساوی، نه اینکه مثل حالا نصف پسر نصف دو برابر اون نصف، این بساط کذایی نبود. گفت که به شرافتیان بفرمایید که این دفعه با آقای دکتر مصدق نمیدارم 500 تومن بیشتر بدم. گفتم آقا از چه بابتی اینا؟ گفت آمد اینجا آمپول میزد هر روز، بالاخره باید دستمزدشو بگیره دیگه. گفتم آقا پسرتون آمده آمپول میزنه، این وظیفه شه دیگه، این پاداش نداره، بلای متوقع این نیست آخه. گفت نه، من نباید به کسی دینی داشته باشم. دکتر غلام حسین خانم خب پسرش بود، هر وقتی که می آمد اینجا مردمان این هومه، حالا چه روستای خودش باشه چه روستای مجاور باشه، می آمدن اینجا صف می بستن که آقا می گفت غلام جون من دیدی ببین مریضا پایینه، برو اونا رو معالجه کن. تمام فکرش این بود که من برگردم اینجا و در بیمارستان نجمیه کار بکنم و همین کارم کردم، برگشتم اینجا و 16 سال توی بیمارستان نجمیه کار کردم. یه روز من داماد من داست باش بریده بود، کشاورز دیگه، داست بریده بود، من رفتم خونه دیدم خیلی قوقاست، چیه خوابیده داد بیداد چیه، به برو پیش آقا بگو فلانی داست پاش بریده. آمدم گفتم آقا داماد ما داست پاش، گفت اسمش چیه؟ گفتم مهرعلی. گفت بله بله اون حیات مشمس علی میشینه؟ گفتم بله، همون بزرگتر من، من بزرگ کرده اون. گفت باشه، این نامه داد و گونه برداشتیم بردیم مثلا نجمیه، حتی یه پولی هم داد، گفت اینم کرایه‌اش. هر مریضی که از هر جا بود بی بضاعت بودن می آمد نامه میداد آقا بچه‌م مریضه پول ندارم. دکتر مصدق می خواند و بعد جواب می نویسد که بیمارستان معالجه شود، بعد 10 تومن هم می ذاشت تو پاکت، می گفت اینم هزینه که می خواد کرایه ببره بچه‌ش بیمارستان، میداد میبردن اونجا، رایگانم معالجه میشد. چون ماشین نخست وزیری سوار نشد اساسا، نتیجتا دفتر نخست وزیر آقای ملکوتی اینا فوق العاده مخصوص راننده نخست وزیر را قطع کردن. نخست وزیر راننده هم حاج خان زرگر بود، همشهر ما. یه روز حاج خان آمد پیش من، گفت که آخه من چه تقصیری دارم که آقا ماشین دولت سوار نمیشه، فوق‌العاده من قطع بکنن. من برنامه زندگی خودم را با او تنظیم کردم، اینها یه کاری بکن که این فوق‌العاده من رو بدن. گفتم آقا جناب عالی ماشین نخست وزیر سوار نمیشید، تقصیر حاج خان زرگر کیه که فوق‌العاده‌اش بریده شده؟ گفت که حالا یه چیزی به شما بگم،
من یه ماشین چیز دارم، لند روور دارم. این راننده حاجی خان لارگر بره احمد آباد هر روز مریض های احمد آباد رو جمع کنه بیاره بیمارستان نجمیه. بیمارانی که در بیمارستان نجمیه شفا یافتن اونها رو برگردونه به چیز، اون وقت من حاضر مسجد خودش بودم. روزی 10 نفر رو مجانی با یک کارت بیمارستانش میفرستاد. روزی 10 نفر مجانی. بیمارستان نجمیه فکر روز تمام خاطره مادرش بود و فوق العاده بهش علاقه من بود، به طوری که تمام وقتش، یعنی اونجا که من خاطرم هست چون من پزشک بودم و تو بیمارستان نجمیه کار میکردم، ما 15 یه دفعه یه هفته پدرم میرفت اونجا جمعه ها، یه هفته من میرفتم و تمام وقتی که ما اونجا بودیم صحبت بیمارستان بود، امور داخلی بیمارستان چه میشه، چه خرجی شده، چه کاری باید بشه، تمام وقت سوال میکرد. حالا علاوه بر این که از ما اطلاعات کسب میکردیشون، 2-3 نفر هم آدم داشت که مخفیانه، مأمور مخفی داشت که اونجا براش گزارش میدادن مرتب. جزئیات کار بیمارستان از این فاصله 100 کیلومتری کنترل میکرد. میگفت بهترین برنج، بهترین روغن، بهترین مواد اولیه برای بیمارای رایگان. روی این خیلی چیز داشت، خیلی حساسیت عجیبی داشت روی اداره بیمارستان. ایشون متولی بود. عایدات دو تا آبادی مادرش از عباس آباد و رستم آباد که زیر تهران بود از اونجا تأمین می شد هزینش، مقداری هم از اینجا دکتر کرسیش از اینجا تأمین می کرد. همه حسابا باید تمام درست بخونه، تمام باید دقیق باشه و این بیلان موقوفه رو هر سال می داد چاپ می کردن. تمام تا رقم آخرش تا ریال داد تمام الان هست تو احمد آباد هم هنوز یه مقدار از قدیم مونده. هر سال بیلان این موقوفات رو چاپ میکرد دقیق، خیلی چیز کارش خیلی 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 دقیق بود و متاسفانه من که نوه ایشون هستم 1/100 دقت ایشون رو تو این کارا ندارم و الان متولی من هستم. مثلا بله عطایی 5000 ریال که خودش هم امضا کرده، جناب آقای دکتر کیافر مدیر بیمارستان 10000 ریال حقوق، بعد مجدد امضا هم کرده خودش از 11 شهریور ماه 1340. دکتر مصدق وقتی نسبت به مدیریت بیمارستان نجمیه در شرایطی که تبعید بود اظهار نارضایتی میکرد، اختیار بیمارستان رو برای مدت 2 سال اختیار مدیریت بیمارستان رو داد به مرحوم شمشیری که مرحوم شمشیری مدیریت اداری اداری نه مدیریت فنی، مدیریت اداری رو شروع کرد گرفتن. بعد 3-4 نفر رو در اونجا مشغول کرد که اونها باش کمک بکنن، یکی ابراهیم کریم آبادی بود، یکی مسشی بود، یکی هم من حقی رو که ما چند تا با ایشون همکاری کردیم و در ظرف 1.5 سال بیمارستان دوباره بیلانش بیمار مثبت نشون داد. به صرف یک بیمار مثبت نشون داد، شادروان دکتر دستور داد که ندیه شما کارتون تموم شده، هر کدومستی خود مرحوم شمشیری هم به این نفع این ارتباط داشت و عشق پیدا کرده بود دکتر مصدق که سلس مالش رو در اختیار دکتر مصدق گذاشت و اونجا اون ساختمانی که الان شما میرید در بیمارستان نجمی هست، بخشی اصلا ساختمانش شمشیری ساخت و در اختیار شادروان دکتر مصدق گذاشت. آقا شد و شمشیری شد و یکی هم پشتر اینا بنده بودن. از اینجا در کردیم از این در بیرون اینا با هاندیه گرفتن. این شمشیری گفت برگرد، این گفت نه آی شمشیری 1 مترم با هاندیگه بریم غنیمت. اینا آمدن تا پیش ماشین با هاندیگه چسبیدن بوسیدن و فلان، دوتاشون هم گریه گرفت. یه مورد دیگرم بگم، امیر تیمور کلالی در کابینه اول وزیر کار بود، خبر آوردن که امیر تیمور خربوزه فرستاده.
آمدن و ضمن بعضی کارها اشاره کردن که آقا حقیقتش آقای امیر تیمور که خودتون کابین اولا وزیر بود فلان بهتر از من میشناسد، برای جناب عالی یک کامیونتی خربوزه فرستاد. حالا اجازه بیدید که این خربوزه ها را قبول کنم وارد خانتون بشه یا خیر؟ گفت که یک دون از این خربوزه ها نباید وارد خونه من بشه. امیر تیمور هم کار بی خود کرده، اون میدونه من هدیه نمیپذیرم فلان ها. دیدیم عصبانی هم شد اینها، گفت برگردونید. گفتم آقا جاده خراسان که آسفالت هم نیست، دستنداز پره، اگر بخوایم این را برگردونیم اولا یک بی احترامی شده در حق امیر تیمور، ثانیاً اصلا خربوزه به مشهد دیگه نمیرسه، همش میشکنه از بین میره. گفت من که نخواهم پذیرو، هر چه شما میخوای بگو ولی من نمیپذیرم. گفتم من یه پیشنهاد دارم. تلفن کردم، چهار پنج نفر از این جوان ها آمدند و فلان، کامیون رو با بردند و اونجا. گفتم با دست خودتون قاچ میکنید و میدید به بیماران و برمیگردید. این ها هم رفتند و این کار رو انجام دادم. این سه چهار تا را بردم خدمت هم، گفتم این آقایان خیلی زحمت کشیدن و اون خربوزه های کذایی را بردن دارالمجانین تقسیم کردند و حالا آمدم. خب ببینید شم عجیب هم دارد. بلا فاصله پرسید خب خیلی زحمت کشیدید و ممنون، وضعش بیمارستان چطور بود؟ تیمارستان میگفتن اون. یکی از اینها گفت که آقا حقیقتش این است که جیره اینها، بودجه هر یک از بیمارها کمه، مخصوصا که اشخاص که دچار بیماری روانی هستن، اینا معمولا خوشخوراک هستن، بیشتر پر میخورن به قول معروف، و این بودجه کافی نیست. بعد به من فرمود که آقای نریمان را خبر کن بیاد. با آقای نریمان گفت بگو ماجرا. من ماجرا را گفتم. خدا رحمت کن نریمان یکی از اون افراد مثبت، قوی، پاک، مؤمن، رفت و گفت یه هفته به من فرصت بدید که من یه ممر درآمدی از شهرداری درست کنم تا به جیره اینا اضافه کنم. آمد گفت که بله، بودجهشون روزی نمیدونم سه تومن بود، حالا کردم شش تومن و نیم نمیدونم فلان اینها، و دستور دادم که در اختیارشون هم گذاشتند و به کلی اوضاع عوض شده. من نتیجه خربوزه امیر تیمور کشید به اصلاح تیمارستان. توصیه هایی که میکرد برای خط، حالا هنوز هم خط من خوب نشده بعد از این همه سال، ولی خیلی رو خط ایشون تعصب داشت که خط ما خوب بشه، معلم خط باید بگفت بگیر با مشق خط بکنه چیز بکنه، رو این موضوع خیلی 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 ایشون مصر بود که ما خطمون خوب بشه. متاسفانه زیاد نتیجه بخش نبود. اون کتابی که به من دادید یه چند تا نامه اون تو هست، خطش فوق العاده قشنگ بود، خانا شکسته به قول معروف، و نامه را هم که می نوشت که خط خوردگی فلان نداشت. در هر نامه‌ای که می نوشتی جواب می داد، یک دونه نامه را بی جواب نمی زاشت، و منطقه نامه هاش خیلی کوتاه و مختصر حرفشو می زد، تو سه خط حرفشو می زد. ایشون به قلم خیلی علاقه داشت، خطش هم خوب بود، به قلم خیلی علاقه داشت، قلم خودنویس های متعدد داشت و جمع کلکسیون داشت قلم خودنویس. بعد این از دست من دید و باش امتحان کرد و اینا، گفت عجب چیز خوبیه، این جوهر از کجا میده؟ گفتم این یه بار جوهر میکنه دیگه تا آخر کار میکنه و یه چیز خیلی خوشش آمد. گفت اینا چنده؟ خب اخلاقش هم این بود، اگه من میگفتم 50 تومن اصلا از چشش افتاده بود، میگم این اچافه اصلا درست نیست اینا،
من گفتم پاپا اینا 5 تومنه. خب من که اینو گفتم گفت برو 50 تا از اینها بگیر برای این بچه های ده، برای بچه های مدرسه بگیر ورد و بیار. من دیدم عجب دروغی گفتم و تو چه حجلی افتادم. آمدم پلو پدرم گریه و ساری، گفتم من یه دروغی گفتم. پول داد بیچاره، پول داد، رفتم 50 تا خریدم بردم بهش دادم و فوری دونه 5 تومن فوری چیز حواله کرد و به من پولش پرداخت کرد در جا. سالهای آخر پدرم یک دونه تلویزیون برایشون گرفته بودن برده بودن اونجا. اون موقع برق نبود، موتور برق بود، شبا روشن میکردن. و خیلی چیز جالب این بود که این کارتون و این دسته انیمه چیز میکی ماوس رو نمیدونم اینها رو، چیزای والت دیزنی رو ایشون ندیده بود اصلا در عمرش. و اولین بار که اینو دیده بود اصلا متحیر مونده بود و به پدرم گفت غلام اینا چه موجوداتی هست؟ اینا چه هست؟ به طوری که آقای مهندس احمد مصدق به من بگفت، میگفت بابا یه وقت خوب تار میزد، درویش خانی بوده که گویا معروف بوده، در 15-16 سالگی مادرش بهش گفته باید موسیقی یاد بگیره، معلمش هم اون بوده، یا درویش خان یا یک دیگر نمیدونم، درویش خان جواب میکنه، و بلد بود و در نوجوانی خوب میتونست تار بزنه و خوبم تار میزد. خیلی هم به موسیقی ایرانی علاقه داشت. اون چیزای گرامافونای کوکی که بود قدیم، این صفحه ها هنوزم صفحه‌هاش من دارم تو خونه، 78 دور بود قدیمی ها که کوک میکردن. تخته خیلی خوب، من با تخته خوب بلد نیستم، ولی ایشون خیلی خوب تخته بازی میکرد. با همسر سابق من خوب تخته بازی میکرد، اونم بلد بود. تو حیاط جلو اون ساختمون یه میز کوچیکی بود، اون تخته رو اون رو میذاشتن با ایشون بازی. چند بار من دیدم بازی میکرد. خب چون همسر من علوم سیاسی میخون اون زمان درس میشت، علوم شاگرد علوم سیاسی بود و با ایشون صحبت میکرد روی مسائل چیزی، وقتی میرفتیم صحبت با هم میکردن، ولی با من فقط کار طب بود، فقط روی مسائل طبی بود و هر کسی به چیز خودش صحبت میکرد. یه روز جمعه چه کارها تمام میشد، این گفت اگر کار نداری بنشین صحبت کنیم. صحبت مقررات اسلامی شد، زن 1/8 قیمت اعیان، یعنی هیچ مادر بچه ها بعد از فوت شوهر، یعنی مفلسون فی امان الله، حقیقتش اینه. ایشون یه حرف خوبی زدن، گفتن تا خود ما مسلمان ها، این عبارتش بود، تا خود ما مسلمان ها این قواعد سنتی اعراب را که الان به صورت مذهب و دین در آوردن تنقیح نکنیم، اسلام رو به زوال. تظاهر نمی کرد، نه اهل تظاهر نبود، به هیچ نبود، ولی یه مسلمان واقعی بود، یعنی عملا یک مسلمان واقعی بود، ولی به هیچ عنوان تظاهر نمی کرد. نه هیچ، اینو من ندیدم که تظاهر بکنه، ولی فوق‌العاده مقید بود، چیز فطریش رو مرتب می داد، چیز می کرد، هر یک واقعا یه نمونه یک مسلمان واقعی بود، اولا یک انسان واقعی، بعدم یک مسلمان. او معتقد بود که حقوق زن و مرد یکیست، هر دو را خدا آفریده و حقوق مرد و زن یکیست. علاقه خیلی زیاد به دختر کوچیکش عمه من خدیجه داشت که ایشون تمام یعنی فکرش و چیزش بعد از بیمارستان نجمیه در مورد خدیجه خانم بود که عمه من بود،
که ناراحتی روانی داشت و در سوئیس بود، بیمارستان بود و خیلی هم ایشون زحمت کشید، خیلی ناراحت بود تا آخر عمرش، تمش به فکر ایشون بود و یک اموالی گذاشت برای ایشون، یعنی سهمیه ایشون رو در اختیار براش چیز که مستقلات خریده بود که با آیدی اونها پول بیمارستانش و اینها در سوئیس پرداخت میشد. بعد از آنکه احمد آباد مشمول اصلاحات ارضی شد، متساویان بین همه تقسیم شد، بین متساویان، نه اینکه مطابق قانون شرع مقدس. خیر، نوه‌ها رو خیلی علاقه داشت و اینها، مونتا با یک چیز که با همه یکسان رفتار میکرد، یعنی هیچ فرقی بین اصلا ماها نمیذاشت، به طوری که ما تا آخر عمر ایشون نفهمیدیم که نوه ظاهرن میگفتن خواهر من معصومه مصدق که مرحوم شده، ایشون خیلی مورد توجهش بود، ولی هیچ وقت ظاهر نمی کرد، با هممون یکسان رفتار می کرد. تزش در مورد مسیحیت از نظر تطبیقی بود. تز اولین تألیف به زبان فرانسه‌اش مسیحیت از نظر تطبیقی بود و اونجا خیلی مطالعه داشت. یه الگویی بود واقعا. نه بود معتقد، خیلی معتقد. مثلا مسجد ما رو تیرای سقفش همه رو نامه دادیم به ما داد. خانمش که دختر امام جمعه تهران بود، خانم امامی بود، خانم امامی دیگه وقتی ما تیرا رو از آقا گرفتیم دیگه رومان نیامد، مردم نداشتن، ما فقط دیوارش رو میکشیدیم. خانم که آمد گفتن بچه رایا گفتن که خانم آمده، بریم از خانم فرشاش بگیریم. بعد آمدن نامه زدن که خانم ما فرش نداره مسجد ما اینجور. گفت مت کنید ببینید چقدره. خانمش هم فرش های مسجد ما را داد. یه دفعه من با خانم از این طرف ساختمون میرفتیم، خانم رفت پلش گفت آقا یه نفر کارت داره. گفت کیه؟ گفت یه زنه. گفت یه زنه، اونم زنه بیوه بود بیچاره، اومده بود مثلا یه درخواستی داشت. ناراحت شد گفت چرا میگی یه زنه، همه تو خانمه، اونم خانمه، نگو زنه. خیلی همش تو حیات هی عصار میزد زمین، را میرفت میگفت، میگفت چرا گفتی یه زنه. خانم خدا بیامرز گفت خب ببخشید آقا اشتباه کردم. گفتم اولا خانمش منم نیستم، خانم فاطمه زهراست، حالا همونم خانومه، اونم هم دست فاطمه زهراست. خدایش برگشتم اینجوری تا دیگه آقا ساکت شد، دیگه هیچی نگفت. مادر بزرگ من فوق العاده متدین بود، خب دختر امام جمعه بود، فوق العاده مقید بود، روزخانی داشتیم، چیز مرتب، حتی 20 بار اصلا به عتبات رفت، نمیدونم 7-8 بار به مکه رفت، خیلی خیلی مقید بود و خیلی متدین. یه موقع مثلا یه نفر مرد میخواست بیاد، قبلا باید اطلاع میداد که این چادر سرش کنه، جوراب بپوشه. سر این مسائل یه روزخانی داشت و صبح شروع سر صدا میشد و اینا، سر به سرش میذاشت یه مقدار پدر بزرگم. وقتی میامدیم میامد پایی، میامد پیشوازش دست میداد. هیچ وقت من ندیدم، دعواشون من ندیدم، من نشنیدم، ولی شنیدم در وقتی جوانتر بودن چندین بار با هم به گونگو داشتن، پدرم و عموم واسطه شدند و آشتی دادند و اینها، من اینو شنیدم، ولی من هیچ چیزی ندیدم اصلا از ایشون، جز محبت و خیلی علاقه و خیلی احترام، خیلی احترام متقابل داشتن به هم. می‌نشستن حرف می‌زدن یا تو حیات یا بالا. در جلسه‌ای که دیدم احمد مهندس احمد مصدق آمد، نامه از پدر داد به ایشون، گفت پدر سلام رسونده، این نامه رو داده برای شما. نامه رو گرفت دو خوند و یه بسته هم گذاشتن جلوش، گفت بسیار خوب. احمد که رفت ایشون بنده رو احضار کردن قربان، گفتن آقا این چیه؟ پولی بود، همه پول بود، اینو آقای دکتر مصدق برای نماز و روزه خانوم خودش که نه که نماز و روزه از او ساقط شده باشه
داد به من که بردم خدمت حضرت آیت الله میلانی، از طریق جواد مادرشاهی خدمت ایشون تقدیم کردیم و ایشون وقتی نامه آقای زنجانی رو خوند که آقای دکتر مصدق چنین بیانی رو کرده و چنین چیزی رو نوشته، بسیار سپاسگزاری که با یه پاسخی داد به آقای زنجانی و در اون پاسخ نوشته امانت هم رسیده. خیلی علاقه داشت به مادر به همسرش و فوت ایشون ضربه خیلی شدیدی بود. یعنی مادر بزرگم که فوت شد 6-7 ماه بعدش پدر بزرگم مرحوم شد. یعنی خیلی فاصله خیلی کوتاه، خیلی خیلی ناراحت شد. اون روز دکتر غلام سخان که آمده بود آمد گفت که برای آقام عدس آب پز کنید. ما عدس آب پز کردیم و دادیم، آوردم بالا. گفته بود که این کی دستور داده عدس آب پز؟ این چیه؟ کی دستور داده؟ گفتیم آقا دکتر غلام سخان دستور داده. گفت ها مرگت آمده. که خودش هم فهمید که چیه، که یک هفته بعدش غلام سخان آمد و گفت آقا ویزا بگیرم برای شما ببرمتون خارج معالجه بشی، اینطور نمیشه، این باید معالجه بشی. قبول نکرد. من از دکتر غلام سخان پرسیدم که خب با این وضعیت شاه یا دیگران ایشونو اجازه دادن که به خارج برده بشن؟ خب بله اتفاقا دادن، ولی ایشون خودشون مطلقا مخالفت کردن، حتی عصبانی شدن که این چه حرفی شما میزنید، پس این مملکت اعتبار میخواد چیکار کنه، پس شما درس خوندین برای چی؟ مگه هر کسی توی مملکت مریض بشه مردم چیکار میکنن؟ همون کاری که مردم میکنن برای من بکنید. و گفت که نه، من میخوام که همینجا در دست دکترای ایرانی، اگرم باید بمیرم همینجا بمیرم و نمیخوام برم خارج، همینجا توسط دکترای ایرانی معالجه بشم. حتی مسئله آوردن یه پزشک از خارج، چون دکتر غلام حسین تحصیلاشون در سوئیس بود، در لوزان بود و ارتباط داشتن و میتونستن، حتی یک از اعتبار ایشون شدیداً مخالفت کردند. گفت دکترهای خوبی خودمان تو بیمارستان داریم، همین امکانات برای من کافیه، چون مقدرات من از مقدرات الهی جدا نیست، هر چی سرنوشتم باشه همون رو خواهم دید، بعد همین اطبایی که داریم خیلی خوبه، برای من کافیه، من خارج نمیرم. گذشته از این که به خارج نمیرم به اطبای ایران توهین میشه. دکتر غلام حسین هم اونجا بود، منصور خانم، خانم آقای دکتر متین دفتری بزرگ، یعنی مادر آقای هدایت متین دفتری اونجا بودن و من بردن و خدمت آقای دکتر مصدق و هم صحبت کردیم و من به ایشون گفتم که من این سعادت رو داشتم آقا که یه بار دیگه هم زمان دانشجوییم با بعضی از نماینده های دیگه دانشجوها خدمتتون رسیدیم. ایشون مکسی کرد و سکوت کرد، بعد از چند لحظه گفت آقای دکتر شما وقتی که اون روز من آمد دیدید از پر من راضی رفتید؟ گفتم مگه میشه از حضور شما کسی ناراضی بره؟ بله ما خیلی راضی رفتیم. و ایشون با اون خنده معروفش که خب اصلا جز ویژگی های دکتر مصدق بود، با اون خنده معروف گفت حالا خیالم راحت شد، حالا اگه میخوای من معاینه کنی بیا معاینه کن. بعد خواستم که معاینه کنم، گفتم که چون نزدیک زوره اجازه بدید ناهار رو بخوریم بعد از ناهار. و ناهارم تا اونجایی که یادمه لوبیا پلو بود و دیس لوبیا پلو رو اون ندیمشون آوردن گذاشتن جلو آقای دکتر مصدق و آقای دکتر مصدق اول شروع کرد کشیدن از دخترم که کوچکترین مهمان اون میز بود، اول برای رویا کشیدن، بعد برای من کشیدن، بعد برای غلامسون و منصور خانم و بعد برای خودشون. و بعد که البته بعد از نهار قرار شد که من معاینه کنم، وقتی من معاینه‌شون کردم متوجه شدم که این برخلاف برداشتی که همکار گوشعقو بینمون کرده آبسه دندانی نیست، بلکه یه توموره سقف دهانشونه که منشأ سینوسی داره، از سینوس منشأ گرفته. به اصطلاح وقتی البته آمدیم بیایم ایشون گفتن عجله نکنید، دیدیم اشاره کردن این صندوق عقب ماشین یه بغلمو سر زدن سرش بریدن و گذاشتن صندوق عقب برای بچه ها. بعد ایشون شروع کردن مشایعت کردن تا در قلعه. هر چی من اصرار کردم آقا شرمنده نفرمایید، خواهش میکنم، من خلاصه ایشون به اصرار آمدن تا در گفتن نه اطباء احترامشون لازمه و من برای اطباء احترام زیادی قائل هستم و خیلی به اصطلاح واقعا کریمانه برخورد کردن با این وضعیت. به دم در که رسیدیم که خواستم خداحافظی کنم بهشون گفتم که خب هفته آینده من میام انشالله خبر خوبی براتون میارم و وقتی که معلوم شد مسئله چیه
داروش هم براتون میاریم. اصلا جمله من تموم نشده، ایشون جمله من تقریبا قطع کردن، گفتن انشالله خبر خوبی برای من بیاری، انشالله بیای بگی سرطانه. و من اصلا یه دفعه جا خوردم با برداشت قبلی که بیشون گفتن آبسه دندانیست و بعد تصورم این بوده اینها، و ایشون بعد گفتن که من از این زندگی تنها و به اصطلاح خلوت که برای من ایجاد شده و از این که من کنار هستم و اینا، در این مضمون من خسته شدم و امیدوارم این خبر خوب برای من این باشه که میاری. بردنش بیمارستان خود نجمیه، اونجا دکترها جمع شدن جلسه کردن، بعد دو بار زیر برق گذاشتن که این سرطان حنجره رو خوش بکنن، بار سوم که مرحوم شد. ساعت 7:30 یک گروه تمام شد که آوردم خدایش، اصلا این حیات پر از جمعیت بود، همه اومده بودن، زن و مرد. رعیت ها اومدن جمع شدن، گفتن که اگر به غلام سیخان گفتن این را باید هیچ کس نباید دست بزنه نبشوره، باید ما خودمون به دست خودمون این را بشوریم، خلعت کنیم، دفنش کنیم، شما هم بیاین اینجا وایسین ببینین. همونطور هم غلام سیخان هم گفت بله درست میگن. بعد از اونم که همه سالش میگیرن، همه میان تولدش میگیرن، باز همه میان. گفت که من ببرین سی تیر در اونجا دفن کنین، اگر دولت گذاشت، اگر نگذاشتن ببرین احمد آباد توی اتاق خودم دفن کنین. بقیده من برای ایران خوب بود، ولی برای نسلی که به دنبال او بره، نسلی که هنوز اونو نشناخته و احتمال داره با این شرایط جدی که پیش میاد شناختن اون یه روز مشکل بکنه، ولی باید کوشش بشه نسل موجود بشناسه که او کی بود، چی میگفت و چی میخواست.